مخالفان ظهور چه کسانی هستند؟ مخالفان ظهور رو به شما معرفی کنم. یک، کسانی که کلن همتشون پایینه. نمیخوان جهان آباد بشه، خودخواهن. آدمهای پست همت انقدر تنفر برانگیزن آدمهایی که همتشون پایینه که دوست ندارم در موردشون حرف بزنم. رها کنید اونها رو. دو، کسانی که امید دارن غرب و شرق عالم یه راهی برای سعادت بشر باز کنن. کلمه خودمونیش غرب زده ها مخالف ظهورن. اونا مدینه فاضله شون این جوامع عقب مونده اروپایی و آمریکایی هستن که رذل ترین و کثیف ترین انسان ها بر اونها حکومت میکنن. اینا الگوشون اونجاست، اینا رشد رو اونجا میدونن، اینا سعادت رو اونجا میدونن. اینا دنبال مهدی فاطمه و ظهور اون نیستن، اینا دنبال جامعه مدنی غربی هستن، نه جامعه مهدوی. در یه روایتی میفرماید امام باقر علیه السلام، دولت ما زمانی برگزار خواهد شد که همه دولت‌ها به شکست رسیده باشن. یعنی معلوم شده باشه طرحی برای اداره جهان کسی نداره. اون وقت امام زمان ما ظهور خواهد کرد. وقتی که حکومت مهدی ما برقرار میشه دیگه کسی نمیتونه بگه خب ما هم میخواستیم این کارو بکنیم، اگه ما این کارو میکردیم همینجوری میشد. یک خلأ تئوریک برای اداره عالم پدید میاد، بعد آقا میاد. به همین دلیل همه جهان متحد میشن. گروه سوم از کسانی که مخالفان ظهور هستن، کسانی از مسئولان که نونشون فعلا تو روغنه. اگر این مسئولان زمان ظهور حضرت باشه که حضرت جز نان خوش به اونها نخواهد داد، جز لباس خشن به اونها نخواهد داد. کسانی از مسئولان که نونشون فعلا تو روغنه، بوده اومدن پیش ائمه و هدا گفتن که آقا کاش ظهور با شما بود. کسی به نام معلا اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ای کاش شما اون امامی بودید که ظهور می کردید. حضرت فرمود به خدا قسم اگر ظهور با من بود، تو که اصحاب من هستید، جز لباس خشن و نون خشک چیزی بهت نمی رسید. بعد فرمودن تو باید در کنار آن امام اگر بودی به سیره رسول خدا و امیرالمؤمنین زندگی میکردی. تو شب تا صبح باید مینشستی کنار من به برنامه ریزی کردن، صبح تا شب به مردم خدمت کردن، مگه ساده است؟ مسئولینی که دوست دارن اول نون خودشون تو روغن باشه بعد خدمت بکنن، اینها به درد امام زمان نمیخورن و البته اونها دعا برای فرج نمیکنن. چرا دعا برای فرج میکنن؟ پدرشون رو در میاره حضرت اگه بیاد اینا رو به کار بخواد بگیره، میندازدشون دور.